خب سلام دوستان عزیز، امروز میخواییم با همدیگه مورد پیوند بزنیم. این گیاهی که اینجا میبینین مورده و قبلا پیوند خورده. حالا برای اینکه بخواییم پیوند بزنیم باید یه پیوندک از این مورد جدا بکنیم و روی پایه برگ نو پیوند بزنیم. به این پیوندکی که جدا میکنید به این اندازه باشه و از شاخهای صاف استفاده کنید و خیلی هم بلند نباشه چون نمیگیره. حالا من یه چند تا برای شما جدا میکنم. دو تا پیوندک رو میریم با هم دیگه پیوند بزنیم. خب درست دوستان، ما میخواییم پیوند مورد رو با هم دیگه انجام بدیم. همونطوری که بهتون دیدید، بهتون نشون دادم، این پایه های در واقع پیوندک ها رو من از مورد مادری جدا کردم و میخواییم روی این برگ نو پیوند بزنیم. پایه مناسب برای پیوند زدن مورد یا یاس هلندی یا لگستروم ابلق برگ نو هست که بذرش رو میتونید از سایت منصور گل تهیه بکنید و بکارید. اینا هم که اینجا میبینید ما کاشتیم، تقریبا یه سال خورده، تقریبا دو سالشونه دیگه و میشه روش پیوند زد. و توجه کنید که پایه شما و پیوندکتون تقریبا یه سایز باشه. حالا بزرگتر هم شد پایه مهم نیست، پیوندکتون ولی کوچیک باشه، پیوندکتون بزرگتر از پایه نباشه. خب ما ابتدا تمام شاخه‌هایی که اینجا هست رو میزنیم برای اینکه تمام انرژی این پایه بره برای پیوندک. خب ارتفاعش هم شما بستگی به سلیقه‌تون داره. حالا میخواین تو یه متری بزنید، نیم متری بزنید، هر ارتفاعی که شما بزنید همونجا مرد به صورت توپی میشه و دیگه سلیقه‌ایه دیگه. یه مشتری میبینی کوتاه میپسنده، یه مشتری میبینی بلند میپسنده. البته مرد زیبایش اینه که کوتاه بلند باشه، یعنی توی فضای سبز مردا رو معمولا کوتاه بلند میکارن، یه دو سه تا مثلا پیش هم میکارن، یکیش کوتاه، یکیش خود بلندتر، یکیش متوسطه، اون زیبایی خیلی به خصوصی رو میده. خب ابتدا ما قطع میکنیم از اون قسمتی که میخوایم و این پایه پیوندک هم سعی کنید خیلی بزرگ نباشه. چرا؟ چون رشد نمیکنه. این دو سه تا برگ بزرگم بزنید بهتره، چون از اینجا بعدن خودش جوونه میزنه. البته الان توی اواخر زمستون هستیم، اینا جوونه زده، ممکنه شما توی زمستون بزنید اینا هنوز جوونه نزده باشه، مشکلی نداره، شما برگاشو بزنید بعدن جوونه میزنه. خب حالا برای اینکه بخوایم این پیوندک رو اینجا پیوند بزنیم، یه دونه کاتر تیز یا یه چاقوی تیز احتیاج داریم که بذارید من از تو جیبم در بیارم اینو. ابتدا ما پایمونو چاک میدیم. مواظب باشید که کاتر دستتونو نبره، ما شرمندتون نشیم. خب اندازه 4-5 سانتی چاک بدید کافیه. حالا باید پیوندکمونو تراش بدیم که داخل پایه قرار بگیره. به صورت شیبدار تراش بدید، حالت تیز بشه هر دو طرفشو. حالا کافیه ما این پیوندک رو داخل این پایه بذاریم طوری که پوستش باهاش در تماس باشه. ببینید الان اینجا رو شما مشاهده بکنید، تقریبا این پوست با این در تماس، یه خورده هم فاصله داشته باشه شما با اون چسب یا چیزی که میخواییم ببندید این محکم میشه. ببینید اینجا قشنگ به این شکل. خب حالا ما باید اینو با یه چیزی ببندیم که اینجا یه حالت رطوبت دور این پیوندک ایجاد بکنه که این اینجا جوش بخوره. شما میتونید از پلاستیک استفاده کنید، یه پلاستیک فریزر مثلا یه تیکشو ببرید، یه اندازه تقریبا مثلا 30 سانتشو دورش بپیچید، ولی ما از چسب استفاده میکنیم، نوار چسب استفاده میکنیم، نوار چسبی که نرم باشه. توی برق لوازم برقی هست، ببینید اینجوری خیلی انعطاف داره، خیلی نرمه، شما میتونید از این استفاده کنید. از پایین شروع کنید
نوار چسب و پیچوندن. ما پارسال پیوند زدیم یه چند تا، الان بهتون نشون میدم آخرین ویدیو که ببینید چجوری جوش خورده. یه سالشون هم هست اونه که ما زدیم، خیلی محکم میکشید که اون چاکی که زدید قشنگ اون پیوندک رو قفل بکنه. پایه پیوندکتون بلند نباشه، نمیگیره، حتما کوتاه باشه، اندازه دو بند انگشت باشه کافیه، حالا یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر. دو تا بند هم داشته باشه که از دو جا شروع کنه شاخه زدن، و بعد از اینکه این شاخه ها رو بهار که شروع شد کم کم شروع کنه جوونه زدن و شاخه زدن. شما اون شاخه ها رو هی هرس میکنین و این کم کم شاخه های منشعب میده و توپی میشه. خب اونجایی که ما قبلا پیوند زدیم، آیه بعد تشریف بیار اینجا ببینید، اینا رو ما پارسال پیوند زدیم. اینجا مشاهده بکنید، ببینید یکی رو کوتاه زدیم، یکی رو بلند. اینا رو در طول سال من یه 3-4 مرتبه اینا رو هرس کردم. ببینید از اینجا شاخه زده و این شاخه هاشو هی که هرس کردیم هی شاخه های منشعب داده و اینو تا یکی دو سال دیگه قشنگ توپی میشه. حالا میخواین بزرگتر باشه که قیمتش بالاتره، میتونید وایسی چند سال بمونه بزرگتر باشه بفروشید، یا اینکه همین سایزی هم میخواین این تو بهار حالت توپی پیدا میکنه. چون الان زمستون هستیم این قشنگ سرسبز نیست. جوانهایی که اینجا میبینید داره میزنه همه اینا قشنگ پرپشت میشن. به همین راحتی پیوند شما میگیره و زیبا میشه. مرسی از اینکه با ما همراه بودید.